سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین و سازمان یافته ترین اپوزیسیون دیکتاتوری آخوندهاست. سازمانی که نیم قرن مبارزه با دو دیکتاتوری رو خستگی ناپذیر در تاریخچه خودش داره و از بسیاری توطئه ها سرفرازانه عبور کرده. حالا در شروع 55مین سالگرد تأسیس این سازمان، کاربران فضای مجازی یک بار دیگه ضمن گرامی داشته این روز از ارزش ها و از آرمان این سازمان گفتن و از حراس رژیم از مجاهدین. کاربر ضمن تبریک نوشته: با تبریک و درودهای بیکران برای 55 سال رزم بیامان برای آزادی، مجاهدین ثابت کردند که با ایستادگی و فدای بیکران پیروزی و آزادی در دسترس است و باید که برای آزادی مردم ایران قیمت داد. چه افتخار بزرگی که به عنوان هوادار این سازمان همراهشان هستیم. کاربر دیگه‌ای با اشاره به 55 سال رزم خستگی ناپذیر نوشته: وقتی به 55 سال عمر پر افتخار مجاهدین می‌نگرم، مجاهدین با بهای سنگین با کفش و کلاه آهنین هفت خان را پشت سر گذاشتند و حالا این گام آخر آنها در این مرحله تاریخ است، گام سرنگونی آخوندها. 55مین سالگرد تولد سازمان با آقای مسعود رجبی و خانم مریم رجبی و مجاهدین اشرف سه تبریک می‌گویم. کاربر دیگه ای به فداکاری بی‌نظیر مجاهدین و گذشتن از همه چیز برای به دست آوردن همه چیز برای مردم اشاره کرده و نوشته: 54 سال رزم بی‌امان با دیکتاتوری سلطنتی و فاشیسم دینی ولایت فقیه با گذشتن از همه چیز خود برای رسیدن خلق و میهن به همه چیز. آغاز 55مین سال حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک. کاربر دیگه‌ای به حمایت گسترده از مجاهدین علی‌رغم همه تلاش‌های رژیم و شکست این تلاش‌ها اشاره کرده و نوشته: 55مین سال تولد سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک. رژیم ضد بشری علی‌رغم سرکوب تمام عیار در ایران و کاشتن بذر ترس و وحشت نزد ایرانیان خارج از کشور، هرگز نتوانست از حمایت فزاینده مردم در داخل و خارج ایران مانع شود. در توییت دیگه ای عکسی از گلگذاری مزار بنیانگذار شهید محمد حنیف‌نژاد منتشر شده و نوشته: جاتون رو خالی کردم با این دسته گل از جانب عاشقان آزادی. همه جا نام شما بر زبان هاست. همه جا از فدای شما میگن، از قهرمانی شما میگن. ای خدا، کی میشه مردم ایران شما رو ببینن؟ شما قسم خوردین که خم نشوید و سر و ایستاده ماندید. درود بر همه شما. در توییت دیگه ای جمله ای از محمد حنیف نژاد منتشر شده که مسئولیت هر انسان رو یادآوری میکنه. محمد حنیف نژاد: تا وقتی ظلم هست، تا وقتی تبعیض و بی‌عدالتی هست، تا وقتی ستم و استثمار هست، یک سوال همیشگی در برابر ما قرار خواهد داشت: چه باید کرد؟ نادیده گرفتن این سوال به معنی نادیده گرفتن ظلم و ستم و بی‌عدالتی است. پاسخ این سوال راهنمای عمل ماست. کاربر دیگه ای فیلم رو منتشر کرده که دیدن صحنه هایی از جشن و مراسم در اشرف سه رو از طریق سیمای آزادی در داخل ایران نشون میده و به ترس رژیم و کیهان ولی فقیه از نفوذ مجاهدین اشاره کرده و نوشته: یادتون هست روزنامه کیهان با وحشت نوشت مجاهدین تا عمق خانه های ما نفوذ کرده و تاثیرگذاری می نمایند؟ این تصویر نشون میده به کوری چشم آخوندها سیمای آزادی و تصاویر و صدای دلگرم کننده مریم رجوی تا عمق خانه ها و دل های مردم نفوذ کرده و اثرش را گذاشته. اما بالاتر از همه، چیزی که در این توییت ها موج میزنه امید و عشق به آزادی محتوم و در دسترس است. کاربر نوشته: هزاران درود بر ققنوسی که بارها از خاکستر خود برخاست و ثابت کرد ایمان به آزادی و رهایی هرگز نخواهد پژمرد. و در توییت دیگه ای هم اومده: افتخار و سربلندی بر سازمانی که از میان دریایی از اطلاعات با 120,000 سربدار ققنوسوار پر کشید و امروز رژیم آخوندها را به منتهای بنبست و خفگی رساند. باشد تا صبح پیروزی مردم ایران. بله، و حالا بعد از 55 سال رزم بیامان باید گفت که ایران آزاد با ارتش آزادی و کانونهای شورشی در دسترس هست و به زودی محقق خواهد شد. به امید اون روز و با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، تا فردا و یک فرصت دیگه، خدا نگهدار همگی.